حیواناتی که از مردم تقاضای کمک و محبت کردن. سلام دوستا، بعضی وقتها مردم باید نه تنها مسئول حیوانات خانگی خود باشند، بلکه به دیگر حیوانات هم اهمیت بدهند. به هر حال برای آنها هم اتفاقاتی بدی میفتد و آنها هم به کمک ما نیاز دارند. اما نحوه کمک خواستن این حیوانات قلب شما را فشرده خواهد کرد، پس تا آخر با ما همراه باشید. رد شدن از جاده و آن هم در ترافیک شلوغ نه تنها برای انسان مشکل است، که برای حیوانات نیز چنین است. این مرد شجاع آهو را از جاده رد کرد. در طول یک سیل شدید در کره چندین گاو به سقف خانه ها پناه بردند، اما حیوانات بیچاره باید فورا نجات پیدا می کردند. یک خانواده چهار نفره از دلفین‌ها به درون یک کانال آبی تازه شنا کردند و ممکن بود خیلی زود بمیرند. پس چند نفر از مردم یک زنجیره انسانی تشکیل دادند تا این حیوانات را به آن سوی پل هدایت کنند. سنجاب دور مرد میچرخید و مرد متوجه شد که به دنبال بوتلی آب است. به حساب داد و وقت سر شد براهش ادامه داد. جالب است که خیلی قشنگ آب میخواهد. باورش سخت است که این بچه ربات چطور در جگ گیر کرده بود، و جالب که مستقیم پیش انسان ها آمد تا نجاتش دهد. بعد از نجات دوباره چرخ خورد تا تشکر کند. این کلاغ مدتی زیادی بود که با جریان آب همراه شده بود و کاملا خسته بود. زمانی که مردم متوجه شدند، آنها به او کمک کردند تا از آب خارج شود و در نهایت تلاششان را کردند تا بتوانند دوباره پرواز کنند. این کوالای بیچاره با قطار برخورد کرده است، اما توانسته نوزاد سه ماهش را در کیسه‌اش حفظ کند. این نوزاد مجبور است یاد بگیرد بدون مادرش زندگی کند، اما حداقل به نظر می رسد دوستان واقعی پیدا کرده باشد. چند دوست متوجه شدند که لاک پشت غلپیکر گیر کرده و نمیتواند خودش را از گلولای بیرون بکشد. دست به دست هم دادند و لاک پشت را در آب رها کردند تا پیش فامیلشان برود. این گوزن شمالی بعد شانس از روی تپه به درون یخ افتاده است و اگر مردم یک عملیات سینمایی برای نجاتش آغاز نمی کردند قطعا از بین می رفت. تمامی این مردم با خبر شدن که یک مار در یک چاه گیر افتاده است و برای کمک به او جمع شدن، این مرد زندگیش را به خطر انداخت تا سعی کند کبرای عصبانی را نجات دهد، در حالی که میان زمین و آسمان معلق است. در روسیه چند نهنگ قاتل در یخها گیر کردن و چاره‌ای نداشتن جز این که از انسانها طلب کمک کنند. ناجیان مجبور شدند دست به کار شوند و قطعات بزرگ یخ را جدا کنند، ولی ارزشش را داشت چرا که هر چهار نهنگ نجات پیدا کردند. نزدیک بود که یک موج قوی آخرین ماجراجوی این خفاش کوچک باشد. اگر این زن به کمکش نمی آمد، او برای وارد شدن به آب سرد تعلل نمی کند و موجود را نجات می دهد. خدای من. Oh my God,
این توتی نوکش را از دست داده است و این یعنی عمر زیادی برایش باقی نمانده است. اما این دکتر برایش یک نوگ اختصاصی پلاستیکی درست کرده است و به او فرصت دوباره برای زیستن داده است. یک بچه کوسه در میان صخره ها گیر افتاده بود و ممکن بود دیگر هرگز خانواده اش را نبیند اگر این موج سواران به کمکش نمی رفتند. آنها سعی کردند این موجود را به آبهای عمیق ببرند، اما مجبور شدند برای برگرداندنشان به خانه تلاش بیشتری بکنند. قلب این میمون به خاطر یک شوک الکتریکی متوقف شد، اما انسان‌های مهربان بیش از 15 دقیقه زمان صرف احیای او کردند و حالا او می‌تواند به خانه برود. این مرد تصمیم گرفت تا تولد 21 سالگی خودش را با رفتن به اسکی جشن بگیرد، اما هرگز فکرش را نمی‌کرد که مجبور شود زندگی یک اسب را نجات دهد. این خانواده می توانستند بی توجه به این اردک یخ زده از کنارش عبور کنند، اما در عوض با دست خالی یخ را شکستاندند تا زمانی که حیوان بیچاره را نجات دادند. دو گوزن با شاخهایشان به جان هم افتاده بودند و ناجیان نمی توانستند برای کمک به آنها بروند تا زمانی که از نبرد خسته شوند. به نظر می آید دیگر نمی خواهند با هم بجنگند. یک کوسه بزرگ سفید در ساحل گیر افتاده بود و هرگز نمی توانست خودش را نجات دهد، اما حدود 100 گردشگر دور هم جمع شدند تا به او کمک کنند. این یک مثال عالی است برای اینکه نشان دهیم چقدر عالی می توانیم عمل کنیم زمانی که با هم کار می کنیم. یک شتر در حال مرگ از تشنگی در کنار جاده‌ای در صحرای در الجزایر بر زمین افتاده بود. انسان‌ها آخرین امید او بودند و این گونه شانس آورد. این باز در دمای 50 درجه سانتیگراد به حد گرما زده شده است که توانایی پرواز کردن را از دست داده است، اما انسان‌ها خیلی زود به کمکش شتافتند. این سگ قرار بود غذای یک مار بسیار بزرگ شود، اما سه کودک شجاع دوست نداشتند با حیوان خانگیشان خداحافظی کنند. این مرغ دریایی به یک قلاب گیر کرده است و نمیتواند هیچ کاری انجام دهد. چقدر خوب است که این مردها به موقع برای کمک به او رسیدند. آنها یک عمل جراحی کامل برایش انجام دادند و پرنده زنده میماند. یک فیل و سه بچهش به مدت دو روز به تقلا افتادند تا از این گودال خارج شوند. زمانی که ناجیان از راه رسیدند آنها کاملا خسته شده بودند، اما برایشان مشکلی پیش نیامده است. این مرد یک سنجاب بدشانس را در استخرش پیدا کرده است و فوراً احیای سنجاب را آغاز کرده و موفق آمیز بوده است و ببینید چگونه بیشتر مانده است تا از ناجیش تشکر کند. این پرنده کوچک در ویترین یک مغازه گیر افتاده است و هیچ راهی برای زنده ماندن ندارد تا اینکه این مردان از مسئول اجازه گرفتند تا دیوار را باز کنند و نجاتش دهند.
یک کوسه نهنگ بسیار بزرگ در کنار قایق این غواصان برای شنا آمده است و از آنها خواهش میکند که نجاتش دهند. سر او درون یک تناب گیر کرده است و باعث شده نتواند به درستی تنفس کند. خوشبختانه این دوستان اصلا بزدل نیستند. این غواصان آبهای آزاد را ببینید که یک کوسه ماهی را از طور ماهیگیری و مرگ نجات میدهد. خب دوستا، برنامه امروز ما تمام شد. اگر شما تجربه نجات دادن یک حیوان را دارید، در بخش نظرات برای من تعریف کنید. همه باید از آن باخبر شوند. فراموش نکنید که مشترک شوید و زنگوله را فعال کنید و ما خیلی زود میبینمتان.